خانم آقای همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. از فردا سه‌شنبه همیهنان گرامی کنفرانس کشورهای عدم تعهد در ایران، یعنی غیر متعهدها، در کنفرانسی که به قول دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی از یک سال پیش مقدماتش چیده شده بود برگزار میشه. همه آگاهی دارید که از فردا تهران به مدت 5 روز، ولی در حقیقت به مدت 10 روز تعطیل خواهد بود. نه تهران، همه ایران. با وجودی که کنفرانس در تهران تشکیل میشه، در سراسر مملکت تعطیلی خواهد. علتش هم اینه که اگر فقط در تهران تعطیل میشد، خب صدای اعتراض بقیه کارمندان هم در نقاط دیگه در میامد. در نتیجه مملکت بین 5 تا 7 روز به کما میره، تعطیل. و این جالبه که دولت برای تشویق مردم به مسافرت اجازه داده که 30 لیتر بنزین اضافه بشه بر ظرفیت دادن بنزین به اتومبیل دارها، و حتی در بعضی از ادارات برای اینکه کارمندان تشویق بشن به مسافرت برن، مزایایی هم براشون در نظر گرفته شده. راستی اینا رو برای چی این کارا رو میکنن؟ آیا 110 هزار مامور انتظامی به اضافه حدود 300 400 هزار سپاهی از زمین و هوا تهران رو کنترل میکنن، خطر یک تجاوز خارجی وجود داره؟ واقعا این سوال دیگه همیهنان گرامی. قرار کشوری به ایران حمله بکنه؟ یا ترس از مردمه؟ ترس از این هست که این همه مقدماتی که اینا به وجود آوردن و میلیاردها خرج کردن، مبادا مردم بریزن تو خیابان‌ها و 120 کشور نمایندگان 120 کشور که در ابتدا گفتن 3000 نفرن، ولی آخرین رقمی که دادن در روز یکشنبه 7000 نفرن. یادتونه همیهنان گرامی، من در برنامه‌های متعدد میگفتم اینا گفتن ما 3000 میهمان دعوت کردیم، ولی جایگاه‌هایی که برای بیتوته کردن اینها در نظر گرفتن، هتل ها، نمیدونم ویلاها، خانه های شخصی، گفتن حدود 6800 تخت وجود داره. خب اگه 3000 میهمان هست، پس چرا 6800 تخت براشون در نظر گرفتن؟ بعد معلوم شد نه خیر، تعداد میهمانان 7000 نفره. حالا اینی که همیهنان گرامی، این 7000 نفر در عرض 4 روز، چون از قبل از برگزاری کنفرانس هم ابتدا نمایندگان، بعد وزرای خارجه برای تدارک کنفرانس و پیشنویس طرح مسائل جلسه داشتن، یعنی در حقیقت 10 روز تمام میهمانان در ایران هستن، این 7000 نفر. برای اینها بایستی تمام امکانات در نظر گرفته بشه، غذا، رفت آمد، پولهایی که بابت حتی بلیط هواپیماها اینا پرداخت شده، دعوت اینا از نقاط مختلف جهان، و مهمتر از همه اینا برای اینکه هرچه باشکوه‌تر این کنفرانس تشکیل بشه، به بسیاری از این کشورها باج دادن برای حضورشون. همه ما میدونیم همیهنان گرامی که این کنفرانس ها که در ایران تشکیل میشه، همیشه جمهوری اسلامی سر کیسه رو شل میکنه برای اینکه اقتدار خودش رو نشون بده و به طرفدارانش نشون بده که ایزوله نشده در سطح جهان. بارها هم گفته این آمریکا و غربیا و صهیونیستا هستن که در بین کشورهای مختلف جهان منفورن. ما که محبوب ترین دولت در
بین کشورهای منطقه و جهان هستیم. اینو بارها میگه. حالا 120 کشور دعوت کردن، فقط نمایندگان تا به حال 45 تا از این کشورها رهبرانشون قراره تا به حال شرکت کنن. اما به احتمال قوی تا فردا صبح اینا میرسن، به احتمال قوی همینان گرامی تعداد بازم کمتر خواهد شد و شاید 25 یا 30 رهبر دیگری شرکت نکنه، بقیه در سطح معاون وزیر، وزیر خارجه، نمیدونم مدیر کل، بعضی هم سفرهای خودشونو میفرستن. مهمان ویژه اینا آقای ولادیمیر پوتین بود که گفت من نمیام. بسیار سعی کردن دولت ترکیه آقای عبدالله گل رئیس جمهور رو بفرسته، ایشون معذرت خواست و گفت من به علت همزمان بودن یک جشن ملی نمیتونم در کنفرانس غیر متحدها شرکت کنم. ملک عبدالله شرکت نمیکنه. پادشاه اردن نمیاد. پادشاه مراکش نیست. بسیاری از این رهبران نمیان. ولی آقای بانکمون تحت فشار زیاد ناچار شد شرکت کنه، چون کنفرانس غیر متحدها یکی از بزرگترین کنفرانس ها بعد از شورای، بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحده، 120 کشور در شرکت داره و دبیرکل سازمان ملل نمیتونه در یک همچین کنفرانس به این بزرگی شرکت نکنه. آقای محمد مرسی و رئیس جمهور مصر که صحبت بود شرکت نمیکنه، ولی شرکت میکنه، فقط 4 ساعت در تهران میمونه و بلافاصله میره. اما همیهنان گرامی، از اونجایی که همه ما سیستم فکری آخوندها رو میشناسیم، روزخانه رو، و میدونیم از هر واقعی میخوان یه روزخانی را بندازن و گریه درارن، حالا چه از مردم چه در کنفرانس ها، توجه شما رو به چند تا عکس جلب میکنم که تابناک انداخته. سعی کردن در اطراف محل برگزاری کنفرانس اتومبیل هایی که بمبگذاری شد در تهران، یعنی با موتور آمدن، همه یادتونه دیگه، یه بمب رو چسبوندن به بدنش بعضی از این موتور سوارا که گفتن اینا مامورین صهیونیستن، با عکس کسانی که کشته شدن نگاه کنید، در اطراف محل کنفرانس این اتومبیل ها رو گذاشتن که از بر کسانی که در این کنفرانس شرکت میکنن اشک بگیرن، اشک اونا رو در بیارن، و این باعث بشه که اینها ترحم بکنن و یه مقداری از خواسته های ماموران جمهوری اسلامی رو در این کنفرانس از جمله احمدی نژاد رو بپذیرن. اما کار دیگه ای هم خواستن بکنن و اون این هست که نوشتن آرمیتا رضای نژاد و علیرضا احمدی، احمدی روشن، فرزندان شهدای ترورهای هسته‌ای اخیر، داریوش رضای نژاد و مصطفی احمدی روشن، یعنی بچه های اونا، به عنوان سفیران صلح در اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنبش عدم تعهد در تهران حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری نم مستقر در سالن همایش‌های صدا و سیما، در این برنامه که توسط مؤسسه راهبردی دیدبان برگزار می‌شود، آرمیتا رضای نژاد و علیرضا احمدی روشن فردا سه‌شنبه به عنوان سفیران صلح با حضور در محل اجلاس به میهمانان گل اهدا خواهند کرد. این روزخان ها همیهنان گرامی هزاران همیهن ما رو شهید کردن، جانشون رو گرفتن در زندان ها، زیر شکنجه ها، در تظاهرات خیابانی، حتی در منازلشون. هیچ کدوم اینها رو به عنوان سفیران پیام آور جنایاتشون نمیارن معرفی کنن، و برای اینم 120 هزار 110 هزار
مأمور پلیس و 300 هزار سپاهی رو گذاشتن، جو امنیتی به وجود آوردن که نبادا اونها، یعنی مردمی که تحت شدیدترین شرایط امنیتی به سر میبرن تو میهن ما، بیان خودشون رو برسونن به این ماموران غیر متعهد از کشورهای غیر متعهد به اصطلاح، و به اینا بگن چه حکومت جانی بر میهن ما حاکمه، چه حکومت ددمنشی 33 سال آزگار میهن ما رو به بندگی و اسارت گرفته و روز به روز جنایت بیشتری میکنه. اینا رو نمیخوان کسی ببینه. به همین دلیل آقای سردار رادان میگه ما 3 حلقه امنیتی به وجود آوردیم. حلقه اول دور تهرانه، حلقه دوم محدوده خیابانهایی که منتهی میشه در وهله بعدی به محل اجلاس، و حلقه سوم مرحله ایست که به کلی اون منطقه رو تحت پوشش قرار میده. یعنی اینا سعی کردن یه مجس هم از اون حدود عبور نکنه، نباده خودشون رو برسونن به سران شرکت کننده در این کنفرانس عدم تعهد. نگاه کنید به این فیلمی که متعلق به بی بی سیه راجع به برگزاری این کنفرانس و به اصطلاح جو امنیتی که در اطراف این کنفرانس هست. نگاه کنید. بله امیران گرامی، ملاحظه فرمودید که تدابیر امنیتی، اما خیلی جالبه من گفتم 3 حلقه امنیتی ولی اشتباه کردم، 4 حلقه امنیتی. نوشته شده که به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد که قرارگاه امام علی امنیت نشست جنبش غیر متعهدها را در تهران بر عهده دارد و گفت 14 کمیته و 2 قرارگاه حفاظت از شخصیت‌ها و حفاظت از تهران را به دست گرفتن. بر اساس این گزارش‌ها اینجا را توجه کنید، نیروی انتظامی از همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت کشور برای تأمین امنیت در تهران برخوردار خواهد بود. بر اساس این گزارش‌ها 360 ایستگاه بازرسی در سطح شهر تهران فعال است که 200 ایستگاه آن تحت نظر قرارگاه امنیت پلیس و 160 ایستگاه تحت کنترل بسیج سپاه پاسداران خواهند بود. به گفته احمد رضا رادان در سطح شهر تهران 4 حلقه امنیتی تشکیل شده و برنامه‌هایی نیز برای تأمین امنیت در استان‌های همجوار با تهران و مناطق مرکزی پیش بینی شده. توجه کردید میهنانی گرامی؟ میلیاردها تومان خرج داره میشه برای یک کنفرانس 3 روزه. فقط یک رقمی حدود 85 میلیارد تومان تا 100 میلیارد تومان خرج توسعه یک سالن داده شده با تمام امکانات. شنیدید که 100 اتومبیل بنز ضد گلوله که قیمت هر کدوم اونها 1 میلیارد تومان سفارش داده شده و به تهران رسیده. اینا خرجایی که تا به حال اعلام کردن. اینی که این 7000 میهمان چقدر خرجشونه در عرض این 10 روز، چون گفتم کنفرانس در حقیقت از هفته گذشته شروع شده بود و میهمانان به تدریج آمدن، چقدر خرج ایناست و چقدر جمهوری اسلامی برای اینکه این کشورهایی که دعوت کرده حتما شرکت داشته باشن به اینا باج داده. یادتونه آقای دا سیلوا رئیس جمهور برزیل برای اینکه بیاد در تهران با آقای اردوغان و احمدی نژاد ستایی در برابر دوربین‌ها دستشون اینجوری به هم بگیرن، من در همین برنامه گفتم 40 میلیون دلار رابطه اقتصادی ایران با برزیل بود، ولی وقتی که آقای دا سیلوا به تهران آمد، درست میشنوید رقمی که میگم، 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رابطه اقتصادی ایران و برزیل شد. 40 میلیون دلار بود،
شد 1,400,000,000 دلار فقط برای اینکه آقای داسیلوا بیاد تهران با آقای اردوغان و احمدی نژاد دستشون رو بگیرن و بگن ایران ایزوله نشده، هنوز دوستانی داره مثل ترکیه و برزیل، که بعد دیدیم همین ترکیه و همین برزیل بعد از اینکه آقای داسیلوا رفت تبدیل شدن به دشمنان جمهوری اسلامی و رفتن تو صف آمریکا و غرب. حالا عمیانان گرامی، اگر لیست کشورهای دعوت شده رو من براتون بخونم اصلا حیرت میکنیم. بسیاری از این کشورها رو حتی به گوشتون نشنیدید و نمایندگان این کشورها رو که اکثرا از این جزایر اقیانوس هند هستن یا یا کشورهای کوچک آفریقایی هستن، اینا رو دعوت کردن با رئیس جمهورشون و نخست وزیرشون و وزیر خارجهشون و بسیاری از نزدیکان، یعنی هر کدوم اینا 20 25 30 نفر رو با خودشون میارن ایران. و چه هدایایی قراره به اینا داده بشه از جیب مردم ایران. این همه ایران و برای اینکه مبادا در این ایام کسی از ایرانیا به خودش اجازه بده و بیاد بیرون در تظاهراتی برخلاف نظر اینا شرکت بکنه، چهار تا همطور که عرض کردم چهار به اصطلاح دایره امنیتی در تهران و استانهای اطراف مثل کرج و اونجا به وجود آورده. بله، این کنفرانس حالا قراره چیکار بکنه؟ یکی از نمایندگان عالی رتبه جمهوری اسلامی میگه که دیدید الان یه قسمت کوچکیش رو که در صدا و سیمای منحوس جمهوری اسلامی پخش شده بود، میگفت ما دلمون میخواد این خبرنگارانی که میان ببینن که این تبلیغات غرب برخلاف اتفاقاتی که تو میهن ما میفته، تو مملکت ما میهن که من میگم، اگر اینا راست میگن اجازه بدن این نماینده ها برن تو مردم به طور آزادانه با مردم صحبت کنن، نه در تهران، در همه شهرهای ایران، برن در زندان ها، اصلا زندان هم نرن، برن با خانواده زندانی ها صحبت کنن، برن با دانشجوها صحبت کنن، برن به مناطق زلزله زده تا این آدمایی که مدیریت میکنن 7,000 میهمان خارجی رو ببینن ارزه ندارن همین آقایون، برن تو این مناطق زلزله زده و به داد مردم میهن ما برسن. اینه 45 نفر از دانشجویانی که اما خبر رو شنیدید رفته بودن به این مناطق زلزله زده و به مردم کمک میکردن، ریختن انبارایی که اینا داشتن همه رو گرفتن، خود بچه ها هم همه شون رو دستگیر کردن بردن زندان، معلوم نیست کجا. خانم شیرین عبادی، آقای دکتر لاهیجی و بسیاری از فعالین حقوق بشر در خارج از کشور دارن در مورد دستگیری این دانشجو، هیچ گناهی نداشتن، هیچ، فقط آمدن به زلزله زده ها کمک کنن، مصاحبه کردن بعضی از اینا که دستگیر نشدن، که رفته بودن بقیه امکاناتو بیارن منتقل کنن به این به اصطلاح محل هایی که دوستانشون اونجا پول بوده، نمیدونم وسایل کمک به زلزله. اینا میگن ما هیچ کدوم سیاسی نبودیم، ما فقط آمده بودیم به مردم زلزله زده کمک کنیم، چون میدیدیم که مردم فریادشون فغانشون از بی‌لیاقتی اینها بالاست. حتی صلیب سرخ ما بهشون مراجعه میکردیم، اینا میگن، بچه ها میگن، و میگفتن ما کاری از همون ساخته نیست، چون سپاه منطقه رو امنیتی کرده و به ما اجازه دخالت نمیده. هلال احمر، به هلال احمر جمهوری اسلامی که اسم شیر خورشید به اون زیبایی رو برداشتن کردنش هلال احمر. میدونید که صلیب سرخ و هلال احمر مربوط به کشورهای عربی بود، بعد متعلق به اسرائیل بود که آرم کشور اسرائیل بود، بعد شیر خورشید
این 4 تا بود. و این آدمای بی لیاقت اومدن شیر خورشید سرخ ایران رو گفتن ما اینو نمیخوایم، تبدیلش کردن به هلال احمر، مثل کشورهای اسلامی، کشورهای عربی. حالا این بچه هایی که رفتن کمک بکنن به زلزله زده ها گفتن این در مناطقی که ما بودیم خطر وبا وجود داشته و ما دیدیم که تنها کاری که میتونیم بکنیم وبا در این منطقه زیاد نشه و جریبان همه این مردم زلزله زده بیچاره رو نگیره، مقدار زیادی آهک بردیم به منطقه که ریختیم رو این دام هایی که همه زیر آوار مونده بودن و بوش منطقه رو گرفته بود، تا این آهک ها رو بپاشیم که زودتر اینا این لاشه ها از بین بره و خاک بریزیم روش تا تبدیل به بیماری های واگیر مثل وبا نشه. یکی از کاراشون بود. بعد آب به مقدار کافی آوردیم، چادر آوردیم. یکی از این بچه ها مصاحبه کرده با رادیو فردا و گفته که این مامورین سپاه در این مناطق حتی پارتی بازی میکردن، به خانواده های بیشتر کمک میکردن که یا عضو سپاه بودن یا بسیج بودن و یا ماموران امنیتی. مثلا برای یه خانواده 3 نفری 2 تا چادر میدادن، در حالی که برای بعضی ها که 10 تا یه خانواده 10 نفری 1 چادر میدادن. و ما آمدیم به اینا کمک کنیم. 45 نفر از بچه ها رو هم حسابای بانکیشون رو بستن و پولا رو مصادره کردن و هم انبارا رو قبلا آمدن نیروهای ضد شورش محاصره کردن انبارا رو، دانشجوها مقاومت کردن. با بلنگو به اینا گفتن اگر نیاییم میایم درا رو میشکنیم، تو قفل کردن بچه ها و دستگیرتون میکنیم. باز بچه ها مقاومت کردن، اینا حمله کردن، بچه ها رو گرفتن کتک هم زدن و بعد همه رو دستگیر کردن، ریختن تو اتومبیل ها بردن. بعضی از بچه ها همونجا اعتصاب غذا کردن، اعتصاب غذا کردن از لحظه دستگیری. جرم اینا چیه؟ جرم اینا کمک به هم میهنان زلزله زده شون. در همه جای دنیا شما میبینید علاوه بر دولت کمک های مردمی هم هست. هیچ کشوری رو نمیبینید که دولت بگه من خودم این کار میکنم، شما اجازه نداری به مردم کمک کنید. بعد میدونی امروز چی گفتن؟ امروز گفتن این بچه هایی که ما دستگیر کردیم مواد غذایی که بردن بدن به مردم مسموم بوده، تاریخ مصرفش گذشته بوده. باور کنید گریه داره این حرف و اینا. کی اینو میگه؟ رژیم این حرف رو میزنه که داروهای تقلبی، حتی مواد بیهوشی تقلبی تو مملکت از چین وارد کرده، طوری که در بعضی از بیمارستان ها موقعی که مریض ها رو بیهوش میکنن وسط بیهوشی مریض بیدار میشه و خطر مرگ داره. اینا حالا میگن این مواد غذایی که برده شده به این مناطق تاریخ مصرفش گذشته بوده. گریه داره، باور کنید گریه داره. یعنی اینا فضایی به وجود آوردن همیهنان گرامی که این فضا در هیچ کشوری سابقه نداره. اما آقای دکتر گنجی پریروز به من زنگ زدن، یه موضوع بسیار اساسی رو مطرح کردن. اینی که بنده با نظرات آقای گنجی موافق باشم یا مخالف باشم یا شما، این یه مسئله دیگه است. اما مسئله اصلی این، ایشون گفتن یک سناتور جمهوری خواه آمریکایی که در اورنج کانتری گویا قرار ایشون در اونجا به عنوان نماینده یا سناتور انتخاب بشه، ایشون اومده طرح جدایی آذربایجان ایرانو و یکی شدن آذربایجان بزرگ رو در یک مصاحبه گفته. قرار شد که بعدن در این مورد اگر اطلاعات و آگاهی بیشتری آقای دکتر گنجی دارن هم به من و هم به همکارای دیگه هم بدن، چون یک مسئله ملی همیهنان گرامی مربوط به همه ماست، مربوط به میهن ماست. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینی که اولا به این آقای سناتور
که اصلا هیچ آگاهی راجع به میهن ما نداره و نمیدونه که 8 میلیون نفر تو اون آران زندگی میکنن، 25 میلیون آذری اینور، از جمله خود بنده که نصفم آذریه. باید آدم خیلی بیشعور باشه که بیاد راجع به سرنوشت یه مملکتی تصمیم بگیره. چند وقت قبل این حاکم امارات اومد اینجا با آقای اوباما ملاقات کرد و آقای اوباما گفتن که بهتر راجع به این جزایر از راه دیپلماتیک و مذاکره و مجامع بین‌المللی تصمیم گیری بشه، که من در همون برنامه گفتم آقای اوباما شما حاضرید بیاید مثلا راجع به کالیفرنیا یک بار مثلا با مکزیکی‌ها مذاکره بکنید بر سر مالکیت واقعی اینجا، یا در مورد آلاسکا که از روسیه خریدید حاضرید مذاکره کنید؟ روسیه بیاد بگه آقا اون موقعی که اینجا رو خرید دبه دراره، یا مکزیک دبه دراره سر کالیفرنیا، آیا شما حاضرید؟ پس اگر حاضر نیستید چطور آدم بخشی میکنید از مردم ایران؟ چطور به خودتون اجازه میدید راجع به میهن ما با یک شیخکی که بلند شده اومده سابقه یکش اتحاد نمیدونم امارات متحده عربی 40 سال هم نمیشه مذاکره کنید راجع به جزایر همیشه ایرانی ما؟ چطوری؟ حالا این سناتور آمریکایی شروع کرده و قرار شد که در این مورد آقای دکتر گنجی اطلاعات بذارن در اختیار همه، در برنامه خودشون، در این برنامه به من بدن و به همکارانی دیگم. اما همینانی گرامی، یه مسئله اساسی رو من میخوام بهش اشاره کنم امشب. این مسئله خیلی مهمه. شما میدونید زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم پاشید و آقای گارباچوف آمد و بعد با یک کودتای آقای یلسین یا غیر کودتا برکنار شد و آقای یلسین کارو به دست گرفت، بلبشوی که در اتحاد شوروی به وجود اومد سبب شد که بسیاری از کشورها از جمله ایران که حالا میگه آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نمیدونم اینا همه از اتحاد شوروی جدا بشن. وضع چنون شد که می آمدن توی خیابون این کسانی که بی خانمان بودن بعد از به هم پاشیدن به اصطلاح اتحاد شوروی، اینا رو شب بر می داشتن می بردن در یک بیمارستانهایی، این بدن اینا رو می شکافتن، کلیه ها اینا رو می آوردن بیرون و یک بخیه آبکی می زدن اینا رو می آوردن پرت می کردن تو خیابونا و کلیه ها اینا رو می فروختن. بسیاری از دانشمندان اتمی، بسیاری از دانشمندان موشکی، بسیاری از پزشکانی عالی قدر اتحاد شوروی همه بیکار و فقیر شدن. بی خود نیست جمهوری اسلامی شب و روز موشکای جدید درست میکنه. اینا حاصل همین دانشمندانی هستند که کشورهایی مثل جمهوری اسلامی رفتن اینا رو به خدمت گرفتن، از اوکراین گرفته روسیه سفید و بقیه کشورها، اینا رو آوردن تو ایران یا کشورهای دیگه و اینا رو به کار گرفتن با قیمت‌های بالا، با دستمزدهای بالا. حالا همین مردم روسیه اون آزادی که ده‌ها سال به دنبالش بودن، وقتی که آقای یلسین اومد گفت آقا ما یه مملکت آزادیم، دیگه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجود نداره، همه آرزوی روزای استالین می‌کردن. یادتونه هزاران نفر در خیابان‌های مسکو تظاهرات می‌کردن و می‌گفتن که ما خواهان حکومتی مثل استالین هستیم. چرا؟ برای اینکه در اون زمان حداقل بهداشت بود، حداقل نان بود، اگر آزادی نبود آرامش بود. الان در عراق من از شما سوال می‌کنم، با همه تبلیغات که شده، باور کنید همیهنان گرامی، اینو درست میگم، راست میگم، بسیاری از مردم عراق خواهان حکومت صدامن. چرا؟ برای اینکه میگن درست این حکومت وحشی و آدم خوار بود اما امنیت داشتیم، چون مردم اینطوری هست. حالا هر روز
ده نفر، 15 نفر، 20 نفر با بمب و نمیدونم آدمایی که بمب به خودشون میرن رو هوا و کشته میشه. هیچ کس امنیت نداره. همیشه مردم کشورها وقتی که تحول به وجود میاد حکومت قبلی رو آرزوش رو دارن. الان در مصر، در لیبی، در تونس، خیلی از این کشورها اتفاقاتی که داره میفته نه که اون حکومت‌های قبلی حکومت‌های خوبی بودن، ولی مردم آرزوی اون حکومت‌ها رو دارن. اما همین الان با همه تهمت‌هایی که میدونم به من خواهید زد، بعضیا من اینو بهتون بگم، اگر ما در خارج از کشور نتونیم راجع به حد اقل‌های فکریمون و راجع به مبارزه با جمهوری اسلامی با هم اتفاق و اتحاد نکنیم، باور کنیم اگر فردا حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و مملکت ما تکه پاره بشه و القاعده و طالبان و نمیدونم این دشمنان وهابیا و اینا سلفی ها بریزن تو ایران و شروع کنن در ایران بمبگذاری کردن و هر روز یک گوشه از تهران شهرستان ها تجزیه بشه، نمیدونم اون مناطقی هم که تجزیه شده بمب بذارن مردم ببرن رو هوا، همین مردم افسوس این روزا رو میخورن، افسوس همین روزخانه ها رو خواهند خورد اگر نجنبیم. همین الان میگم من دوباره امشب میگم تو رو به خدا بس کنید دیگه، بیایم یه فکری برای آینده میهنمون بکنیم. باور کنید اوضاع خطرناکه، اینو قبول کنید از من. همین الان میگم اگر ما امروز نتونیم با هم تفاهم بکنیم و خودخواهی ها رو بذاریم کنار، فردا خیلی دیره و این آدمخورها بالاخره سقوط خواهند کرد. اینو مطمئن باشید، سرنوشت محتوم اینا رفتنه. با سرنیزه میشه حکومت کرد، ولی رو سرنیزه نمیشه نشست. تا یه مدت اینا میتونن این کارها رو بکنن، اما اگه اینا سقوط کردن ما برنامه‌مون چیه؟ کی در ایران و کی در خارج از کشور میخواد یک حکومت جانشین به وجود بیاره بلافاصله؟ کی؟ به من بگید کی؟ حالا هی بزنیم تو سرم، دیگه هی هم دیگه رو پرخاشگری بکنیم، فحاشی بکنیم. من این تلویزیون ها رو نگاه میکنم وحشت میکنم. باور کنید این آخر هفته یه فرصتی بود، من این دستگاه تلویزیون دستم بود، هر کانالی رو میدیدم یه سازی میزد، 57-8 کانال. من با این جی الویس، آقای شجره جی الویس رو من داده، من نگاه میکنم حیرت آوره. همه به هم دیگه فحش میگن، همه به هم دیگه تهمت میزنن، اصلا کمتر مسائل ایرانی میبینید، همه پرداختن به مسائل شخصی و هیچ کس نمیپرسه خب فردا چی؟ خب ما همه همدیگر رو لجمال میکنیم، کی پس چه شخصیتی میمونه؟ چه سازمانی میمونه؟ چه نیروی میتونه برای اینا جایگزین باشه؟ هیچی همین الان گرام. من با اطمینان به شما میگم اگر وضع بر همین منوال باشه، این چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد. باور کنید در فردایی که جمهوری اسلامی سقوط میکنه همین مردم افسوس همین روزخانه ها رو میخورن. اگر نتونیم فردایی حکومت جایگزین برای اینا درست بکنیم، سوریه رو ببینید، با مسیحی ها مصاحبه میکنن، با کردها مصاحبه میکنن، با بعضی از کردها، با سنی ها، با علوی ها، اینا میگن خب بشار بره. کی؟ کی این وحشی ها که دسته دسته میگیرن آدم ها رو تیربارو میکنن؟ اون برم که حکومت وحشی بشاره که جمهوری اسلامی داره تا آخر ازش دفاع میکنه. بشار اصلا گفته ما نمیریم، ما تا آخر راه میریم به هر قیمتی. امروز گفته با آقای
بروجردی نمیدونم رئیس کمیسیون خارجی مجلس قلابی طویله شورای اسلامی گفته ما به هر قیمتی تا آخر میریم، امکان نداره اجازه بدیم این تروریستا بیان حکومت قانونی سوریه رو بر کنار کنن. ولی با اینا که مصاحبه میکنن، با مسیحی ها، با نمیدونم کردا، با سنی ها، با علوی ها، اینا میگن خب بشار اسد بره ما گیری اینا میفتیم که اینا وحشی تر از اونان. باز در این حکومت، حداقل این حکومت سکولاره، اینا که میخوان جانشین بشن از حالا میگن عربی ها رو میکشیم، مسیحی ها رو میکشیم، کردا رو میکشیم. اینطوریه این حکومت وحشی جمهوری اسلامی. در برابرش آلترناتیو چیه؟ چه کار تونستیم بکنیم؟ دلمون خوشه که همدیگر رو در جلسات اخیر خودم هم گفتم عقایدی همدیگر رو تحمل میکنیم، فوش نمیدیم تو جلسات عمومی، ولی خب اینجا چرا؟ تو رادیو و تلویزیون ها چرا؟ بعد از 33 سال دلمون خوشه که این کارا رو میکنیم. اما همین همین گرامی، باور کنید برای من تلخه این گفتن این حرفا. اصلا هم نمیخوام تخم یأس و هرمان رو بکارم در کسی، ولی این حرفی که من میزنم راجع بهش فکر کنید. اگر به هر دلیل این هفته یا ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا 1 سال دیگه جمهوری اسلامی ناگهان سقوط کرد، کی میخواد اون مملکت رو اداره کنه؟ چه نیرویی؟ چه سازمانی؟ چه سازمانهایی؟ چه اشخاصی؟ همینطور نشستیم حرف میزنیم. ما حتی نتونستیم در عرض این 33 سال کمیسیونهای کار درست بکنیم، کمیسیون اقتصاد درست کنیم، کمیسیون نمیدونم نیروهای فعال درست بکنیم، کمیسیون سیاست خارجی درست کنیم که اگر حکومت افتاد با هم تفاهم کردیم سیاست خارجی ایران چی باید باشه، اقتصاد چی باشه، صنایع چی باشه، آیا موافق فدرالیسم هستیم یا معتقدیم که حکومت مرکزی باید وجود داشته باشه، با اقوام ایرانی چگونه باید رفتار کنیم، آیا زبانهای اونا رو به رسمیت میشناسیم؟ کی این کار رو کرد؟ تا حالا کسی کرده؟ ما اصلا اون فرم سازمانی حکومت آینده رو که هممون میگیم باید طبق نمیدونم منشور حقوق بشر باشه شکل دادیم بهش؟ نداریم، نکردیم این کارو. و اینجاست که خطر بیخ گوش همه ماست. همینان گرام، آقای دکتر گنجی وقتی که میگفت این سناتور آمریکایی اینو میگه، خب معلومه فردا من به شما قول میدم، الان میبینیم دیگه، میشنویم که اسرائیل در آذربایجان و در منطقه کردستان عراق فعال برای امور تجزیه. من نمیدونم تا چه اندازه این گزارش ها حقیقت داره، ولی خب این طبیعیه وقتی جمهوری اسلامی بیخ گوش اسرائیل حزب الله رو گذاشته، جهاد اسلامی و حماس رو گذاشته، خب اونا به خودشون اجازه میدن بیان در مناطق نزدیک مرز ایران و تجزیه طلبی رو تبلیغ بکنن، فعالیت بکنن در این راه. این طبیعیه، آمریکا هم طبیعیه کارش، ولی ما چی؟ ما چی کار کردیم؟ همین الان نگرم، من در اون حدی نیستم که کسی رو نصیحت کنم و دلم هم نمیخواد این نقش رو داشته باشه، ولی هشدار میتونم بدم، میتونم بگم راجع به این مسائلی که مطرح کردم ای کاش یه عده بشینم فکر کنم. من خواهش میکنم از نیروهای سیاسی، تو رو به خدا راجع به آینده ایران فکر کنیم هممون. من خطر رو خیلی زیاد میبینم. من از داخل ایران خیلی از بچه ها با من تماس میگیرن، از آذربایجان، از بلوچستان، از نمیدونم کردستان، خیلی ها با من تماس دارن، با همه تماس، با همه برنامه گذارم. من خودم میگم، سهم خودم میگم، خیلی خطرناک اوضاع همین رو نگرم. خیلی در داخل مردم
زیر بدترین سبعانه ترین روش های پلیسی و فاشیستی قرار دارن، اما با هم متحدن، با هم متحدن. زلزله آذربایجان شرقی نشون داد مردم ما تا چه اندازه با هم متحدن. از سراسر ایران، از سراسر ایران مردم داوطلبانه ریختن کمک کردن و نشون دادن که این حکومت بی ارزه، بی لیاقت، این حکومت وحشی هیچ نوع مدیریتی نداره. برای اینه دارن دستگیر میشن. میبینید کسانی که رفتن کمک کنن گرفتنشون، میگن اب نداره، ما هزینهشو میدیم، ولی ما به دنیا ثابت کردیم که این رژیم ارزه مدیریت برای یک منطقه زلزله زده هم نداره. زمانی این ارزش زیاد میشه که میلیاردها پولو برداره یامفت خرج کنه، چون پول اونجاست. الان این کنفرانس غیر متحدها اصلا به کلی حواس دولت و وسایل ارتباط جمعی و تلویزیون و سیمای منحوس همه اینا رو فراموش کردن، اصلا یادشون رفته زلزله وجود داره. پول تو زلزله نیست، اگرم باشه کمه، در حالی که تو غیر متعهدها 7000 میهمان میدونی چقدر توش پوله. و این آدمایی که مراسم برگزار یکی دو تا و سه تا و ده تا نیستن که، همین آقای احمدی مقدم و سردار رادان، همون آقای نقدی و سپاهیان نامحترم سپاه نمیدونم انقلاب، اینا برای اینی که بتوانن این امنیت تهران رو درست کنن میلیاردها پول میزنن به جیب. حالا اون آدمایی هم که تدارکات اینجا رو دارن، میهمانا رو بیارن ببرن تو هتل ها، غذا بهشون بدن، کادو بهشون بدن، میدونی چقدر اونا میخورن؟ صحبت میلیارد میلیارده. اینو که زلزله رو یادشون رفته، زلزله چی اصلا؟ برای اینا مهمی. الان گزارش هست در مناطق زلزله زده سرمای زمستان شروع شده و خطر مننژیت و بسیاری از بیمار تنگی نفس در این مناطق زیاد شده، به خصوص در مورد بچه ها و سالمندان. اینا گزارش هاست، ولی هیچ کس گوشش بده کار نیست. تازه در مناطق شلوغ آقایون دولتی ها آمدن بیمارستان های سرایی گشتن، یه پزشک داره، یک دونه با وسایل ابتدایی. برای اینا مهم نیست. کنفرانس غیر متعهد ها هرچی با شکوه در برگزار بشه تا دنیا بفهمه که جمهوری اسلامی میتونه مدیریت کنه. 7000 مفخور بیاره بریزه توی هتل‌ها و نمیدونم تو ماشین‌ها و تهران خلوت کنه و بگه ببینید چی مملکتی درست کردیم، بهشت. و در همون حال هم بچه‌های ما رو تو زندان‌ها تحت شدیدترین شکنجه ها بگیر. بله همینان ایران. آقای شاهد عینی گفته که مردم دیگه نمیتونن تو مناطق زلزله زده به کسی شکایت کنن. خبرنگارا رو بیرون کردن، عکاسا رو بیرون کردن، رئیس روزخانه هم رفت اونجا یک دور فوری زد و برگشت. اون اینقدر دور و برش آدم بود، شلوغ کردن این سپاهی‌ها و نمیدونم امنیتی‌ها اینو، که اصلا از دور به مردم گفتن وقتی رهبر رو می‌بینی صلوات بفرستین و اینا. مردم هم اعتنا نکردن، طرف هم رفت. اصلا کسی به فکر اینا نبود همین الان. ولی کار بدنامی این رژیم دیگه همینان گرامی دیگه از این حرفا گذشته. کار به اونجا رسیده که آقای باهنر نایب رئیس اول مجلس شورای قلابی اسلامی گفته که منو از رتبه 13 هلم دادن انداختن 35، ولی نمیگه کی. آقای بادامچیان هم گفت سپاه، البته میگه سپاه، گفت سپاه رفته بود طرف طرفداران آقای مصباح یزدی، منو از تو لیست حالا بادامچیان میدونید که مربوط به اون آقای
توی اون گروه به اصطلاح مسلمانان نمیدونم چی بود، حالا یادم رفت، گفت منو از اونجا انداختن بیرون، اصلا من انداختن بیرون، از تو لیست انداختن بیرون. حالا آقای باهنر نائب رئیس اول مجلس دیروز گفته آقا من از رتبه 13 سپاه هلم داد 35. بله آقای آدمچیان عضو حزب مؤتلف است، گفته سپاه دخالت کرده، ولی نمیگن سپاه چیه. خیلی از اینو گفتن در سپاه کسانی که اصلا اجازه ندارن به قول امام راحل در فعالیت‌های سیاسی شرکت کنن، در تمام انتخابات ها دخالت میکنن و علنا جا رد و بدل میکنن. اما کسی نیست از اینا بپرسه. در همون زمان امام راحل هم عقبازی بود، از اون رفراندوم قلابی گرفته تا بقیهش، هیچ دوره‌ای انتخابات در جمهوری اسلامی در کشور آقا امام زمان، اولین حکومت الله بر روی کره زمین، آزاد نبوده. همه شالاتان بازی و عقبازی بوده. از روزخانها توقع آزادی داشتن احمقانه است. کسانی که در طول زندگیشون ضد آزادی بودن، نگاه کنید تاریخ ما رو. تازه اینا تخم و ترکه های آقای فضل الله نوری هستن، شیخ فضل الله نوری. از اینا توقع آزادی و دموکراسی. شادروان بختیار گفت اینا 1400 سال زیج نشستن برای رسیدن به قدرت، از اینا آزادی و دموکراسی. اینا که با مدرسه ساختن مخالف بودن، اینا که دادگاه های شرع تشکیل داده بودن و دادگستری نوین ایران رو در به داغون کردن، یک مش شیخک شیپیشو رو آوردن در دادگاه های شرع، مردم رو در 2 دقیقه محکوم کردن. اینا از اینا توقع آزادی داشتن خیلی احمقانه است. حالا بعضی ها که دخیل بستن به امام راحل، اون پیر فرزانه، همه اینا شاگردای اونن، تازه اونم خود شاگرد شیخ فضل‌الله نوری بود. چی؟ از آخوند شما توقع دارید براتون دموکراسی بیاره؟ متاسفم همینانی گران، متاسفم از اینی که ما در شرایط بسیار حساس و میتونم بگم وحشتناک به سر میبریم. اگر در این روزها به فکر آینده نباشیم، گفتم فردا خیلی دیره، همین هنان دیرم، باید یه فکری بکنیم، باید یه کاری کرد، باید خود محوری ها رو کنار گذاشت، منما رو گذاشت، تبدیل کرد به ما، فردیت رو کنار گذاشت، بریم تو جمع متحد شیم. هیچ چاره‌ای غیر از این نداریم اگه مملکتمون دوست داریم، اگه خودمون رو دوست داریم و منافع خودمون یه چیز دیگه است. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. همین گرم تو برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.